همیهنان عزیز، درود بر شما. به گزارش رادیو آلمان، پارلمان اروپا خواستار آزادی نسرین نصرالدین شد. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه علیه ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم نصرالدین شد. پارلمان اروپا حکم صادر شده برای خانم نصرالدین را سیاسی خواند و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه که روز سه‌شنبه صادر شده اومده که خانم نصرالدین از وکلای سرشناس مدافع حقوق بشر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و رعایت نکردن حجاب به 11 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده و در زندان انفرادی بوده و شکنجه شده و اعتصاب قضا کرده و تا حد مرگ هم پیش رفته. پارلمان اروپا به اشاره به ابراز نگرانی خانم پیلاری، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به وضعیت نسرین ستوده و سایر فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده که به رغم این اقدامات وضعیت نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده. به گفته پارلمان اروپا، اعمال فشارهای سنگین بر ستوده بخشی از پروژه بزرگی برای سرکوب سیستماتیک وکلای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی در ایران. پارلمان اروپا همچنین از آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته که کمیسیون مستقلی رو برای بررسی روند محاکمه وکلای مدافع حقوق بشر و نیز محاکمه مقدماتی که در اقدامات غیرقانونی مشارکت کردند رو ایجاد کنه. پارلمان اروپا در فوریه و سپتامبر سال گذشته هم دو بیانیه بر علیه ایران برای نقض حقوق بشر صادر کرده بود و در اونها نسبت به نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده بود. از سوی دیگر جنگل‌های ایران همچنان مورد تخریب جمهوری اسلامی قرار داره. بعد از آتش سوزی که چندین ماه به طول کشید و چندین هزار هکتار از جنگل‌های بسیار زیبای شما رو نابود کرد، خبرگزاری آفتاب گزارش داده که جنگل‌های شمال روزی 2 تن زباله در آنها دفن میشه. جنگل‌های شمال کشور نه تنها تاکنون به دلیل سودجویی برخی افراد از تخریب و دستبرد در امان نمانده، حتی انتخاب جنگل به عنوان جایگاه زباله‌های شهری نیست به گفته کارشناسان خسارت‌های جبران ناپذیر رو بر پیکره این منابع عظیم و ملی وارد کرده. جمعیت 8 میلیون نفری و رو به افزایش استان‌های گیلان و مازندران و گلستان و ورود انبوه گردشگر به این مناطق از یک طرف و کمبود زمین و فاصله کم دریا و جنگل از طرف دیگر، ساماندهی امور شهری از جمله دفع بهداشتی زباله رو به یکی از مشکلات بغرنج این استان تبدیل کرده. طبق آمار رسمی همکنون 42 واحد بزرگ دفع زباله به وسعت 300 هکتار در جنگل‌های شمال وجود داره که روزانه به طور متوسط 2000 تن زباله رو در اونها انباشته می‌کنه. از این 42 واحد دفع زباله، 28 مرکز در جنگل و 11 مرکز در مناطق تالابی و 3 مرکز در مراتع قرار دارند. این مراکز دفع زباله در واقع قده زمین‌های بزرگی که دور اونو دیوار کشیدن و زباله‌ها در اونها ریخته میشه و با بولدیزر جابجا میشه. البته در بعضی از کشورها زباله‌ها رو در معادن متروکه زغال سنگ و در زیر زمین دفن میکنن، ولی آنچه در شمال کشور رخ میده دفع زباله در بالای کوه و وسط جنگله که این میتونه آلودگی رو بسیار گسترش بده. به گفته کارشناسان محیط زیست، نفوذ شیرابه های ناشی از زباله به سفره های آب زیرزمینی که آب آشامیدنی شهروندان رو تامین میکنه خطرناکتر از فاضلابه. به هر حال از کرامات این شیخ ما همین که جنگل ها رو یا نابود میکنن با آتیش برای خانه سوزی یا زباله ها رو اونجا دفن میکنن و بزرگترین ضربه های محیط زیستی رو بر پیکره این جنگل ها وارد کردن. یک خبر هم دارم براتون از جبهه ملی ایران در تهران. جلسه شورای مرکزی جبهه دیشب پنجشنبه شب در تهران به ریاست استاد ادیب برومند تشکیل شد. در این جلسه ابتدا هیئت اجرایی گزارش
عملکرد خودش و همینطور گزارش مالی رو به شورا تقدیم کرد و سپس تیمسار ناصر فربود تحلیل خودشون رو از مسائل روز به شورا دادن و در پایان هم در مورد مسائل جبهه ملی و مسائل روز مملکت به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. با توجه شما از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم. با آرزوی آزادی تمام زندانیان سیاسی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران، پاینده ایران.